با درودهای فراوان به شما بینندگان این برنامه 63 برنامه ورزشی از تلویزیون ایران فردا، با سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. به هر حال تبعیض نژادی شرم‌آور در مورد افغان‌ها در ایران با به فینال رسیدن تاریخی و افسانه‌ای جوانان فوتسال افغانستان به فینال آسیا به هر حال کاملا نشون داده شد. برای اینکه هیچ هوادار افغانی اجازه ورود به آذربایجان و تبریز رو نداره، در حالی که این مسابقات در تبریز برگزار میشه در سالن 6000 نفری شریفی، به هر حال برای پشتیبانی از تیم افغانستان در برابر ژاپن که روز شنبه، همین روزی است که این برنامه ما پخش میشه، هیچ طرفدار تیم افغانستان رو راه ندادن. حتی با توجه به علاقه مردم و به هر حال اینکه گفتن که باید افغان‌ها بیان تیمشون رو تشویق کنن، میدونید اعتراض‌های به هر حال مردم هم چیزی اثر نکرد. برای اینکه آقای عراقچی معاون وزارت خارجه که بر اساس اسمش خودش عراقیه، گفت در صورت تشدید تحریم‌ها همسایگان افغانی باید به کشورشون برگردن. از اون زمان یه جو سنگینی واقعا ادامه پیدا کرده. آذربایجان و تبریز اجازه ورود به افغان‌ها رو نمیدن. واقعا این یعنی چی؟ این تبعیض نژادی یعنی چی؟ به هر حال اگه اجازه میدادن سالن پر از تماشاگران افغانی میشد، چون به فینال رسیدن جوانان فوتسال افغانستان در همین مسابقاتی که در ایران برگزار میشه، موجی از شادی رو بین واقعا افغان‌ها در این کشور، حتی رئیس جمهوری این کشور به وجود آورد. این یه مسئله‌ایه که واقعا نمیشه همین با آسونی ازش گذشت. در ورزش این چیزا خیلی زودتر از همه نشون داده میشه. تیم ملی جوانان ایران مدافع قهرمانی اولین دوره همین مسابقات فوتسال جوانان برابر 6000 تماشاگر در مقابل ژاپن حذف شد و به هر حال افغان‌ها به فینال رسیدن که باید با تیم ژاپن بازی بکنند. اما 21 سال پس از رویارویی فرانسه و برزیل در استاد دو فرانس جام جهانی 1998 و پیروزی بزرگ آبی‌ها بر تیم برزیل از جمله زیندین زیدان، حالا بار دیگه آبی‌های فرانسه با برزیل روبرو هستند و مارتا بهترین گلزن تاریخ جام‌های جهانی مردان زنان در این بازی حضور داره در دوره هشتم پایانی حذفی. با وجود اینکه زنان فوتبال فرانسه یکی از بخت‌های قهرمانی به شمار میان در کنار آمریکا، انگلیس و آلمان، اما بر اساس حساب روزنامه ورزشی اکیپ مجموع حقوق و دستمزد 23 زن فوتبالیست فرانسوی در سال، نه در ماه، در سال روی هم مساویس با حقوق 3 هفته آقای نیمار برزیلی در پاریس سن ژرمن. برابری غیر ممکن، اون هم در کشوری که زن و مرد در همه چیز مساوی هم در این کشور فرانسه، نه در نظام آخوندی در ایران. به هر حال اعتراض ها برای تیم ملی آمریکا در مورد برابری طلبی با حقوق مردان به شکایت از فدراسیون انجام میده. آدا هگربرد برنده توپ طلای فیفا 2018-2019 با اعتراض به نابرابری در کشورش نروژ حاضر نشد در تیم ملی این کشور بازی بکنه. به هر حال وندی اوناخ و آماندین هنری در ماه 29 هزار یورو میگیرن، فکر میکنم حقوق یک ساعت آقای نیماره. زنان تیم ملی فوتبال ایران چقدر حقوق میگیرن؟ آیا قابل مقایسه با حقوق‌های نجومی فوتبالیست‌های مرد مثلا باشگاه‌های پرسپولیس استقلال هست؟ به هر حال اینو شما باید تحقیق بکنید. به هر حال طرفداران استقلال این روزها خواستار این شدن که سبک تیم فوتبالشون ایتالیایی بشه، چون یه مربی ایتالیایی به تهران رسیده و به هر حال استراماچونی که یک روزنامه ورزشی مثل خبر ورزشی بود نوشت چاو ماچو، برحال اینم تیتر جالبی. برحال اهمیتی مربی خارجی برای آبی ها خیلی زیاده، برای اینکه
مربی کروات تیم پرسپولیس از این تیم رفته و حالا تیم پرسپولیس به دنبال یک مربی داخلیه. به هر حال معروفترین مربی تاریخ همین استقلال که اون زمان تاج بود رایکوف یوگسلاو هست که حسن روشن و بسیاری از پدیده های فوتبال جوانان میوه های باغ همین آقای رایکوف هستن. اما مبارزه مدنی رو استادم دکتر صدرالدین الهی همیشه باور داره که بهترین مکان برای اعتراض های مدنی سکوهای ورزشگاه ها. گروه پرشماری از فمینیست ها و فعالان حقوق زنان در آرژانتین از این مسابقه های جام جهانی زنان استفاده کردند و با روسری و دستمال گردن و توپای سبز اعتراض کردن بر علیه ممنوعیت سخت جنین در آرژانتین. و ورزش بدون زنان زیبا نیست. در این باره چون به حال مسابقات جام جهانی فوتبال همچنان در راهه، مارتا ویرا دا سیلوا پله دامنپوش، یک ملکه در نزد برزیلی ها که 17 گل زده، یکی از کسانی است که ما میگیم ورزش بدون زنان زیبا نیست. او در تیم اولاندا در آمریکا بازی میکنه، شماره پله رو داره و به هر حال فوتبالیست حرفه‌ای در برزیل، 33 سال داره و 5 بار بهترین بازیکن فیفا شده، معرفی شده و از 2003 عضو تیم ملی برزیل بوده، 5 بار با تیم ملی برزیل بازی کرده، نخستین توپ طلا رو برده. به هر حال همه چیز نشون میده که بدون این زن واقعا 1 متر و 68 متری، 33 سالی که الان بیشترین رکورد گلزنی رو داره، مثلا در یک فصل با باشگاه اومئو در سوئد 114 تا گل در یک فصل. به هر حال درود میفرستیم برای مارتا ویرا دا سیلوا که با تیم فرانسه روبروس با تیم ملی کشورش. به هر حال باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. همراه علی کارگردانمون، همراه رضا و دیگر همکارانم در تلویزیون ایران فردا با شما بدرود و درود.